خوش اومدید به یه قسمت دیگه از ریاکشن ویدیوهای کانال خودتون فرشاپور لایف. توی این ویدیو موزیک ویدیو اینترستلار رو داریم از علی مجهول از کانال یوتیوب مجهول. قراره ببینیم کارو که لینکش توی دیسکریپشن گذاشته شده، میتونید چک کنید و از کانال یوتیوب مجهول کله بلوند ببینید کار رو. به جز اون لینک، یعنی لینک موزیک ویدیو، یه کانال یوتیوب من و نیما، یعنی اسم نداره، لینک کانال یوتیوب بنازم چه دمی لینک کانال یوتیوب من و رامتین، یعنی دلول، لینک کانال یوتیوب من و نیمای نیستنره توی دیسکریپشن قرار داده شده. دوست داشتید، اگر پادکست دوست دارید یا اگر ما رو دوست دارید، حتما به اون کانال ها سر بزنید و شاید چیز جذابی اونجا پیدا کردید برای استیک ویت شدن. و اگر فور ینگ رو بچید تو کامنت، بریم سراغ دیدن موزیک ویدیو اینترستلار زلی مجهول. خب دلیل این نامگذاری نمیدونیم چیه، ولی دیگه فکر کنم معروف ترین بعد از گادفادر مثلا معروف ترین فیلم دنیا باشه دیگه. من هم تو ذات اینایی که اسمس تبلیغاتی میفرستن اسم تو اولش مینویسن سلام فرشاد ردیفی، بابا استرس وجودمو گرفت دیگه. فیلمش هم یادتونه دیگه، یکی از بهترین فیلم های نولان و معنیش هم فکر کنم میان ستاره ای بین ستاره ها در میان هم لا ستاره ایه. که پروداکشن موزیک بای پدرام آزاده، ویدیو دیرکتر آندیا بابایی، در پی پروژه ناموفق قبلی این یکی پروژه هم آندیا گردن گرفته. پروژه قبلی به نظرم ویدیوش واقعا خوب نبود، دلیلش هم توی اون ویدیو قبلی توضیح دادم. هیترم پدر و مادرتونه. کامرا اند ادیت امتین یا متین، هیر استایلیست محسن نیوا و مصطفی نیوا، اسپیشال تانکس تو آرمین لوسیفر. برو بریم. آدروید فضاییه، حرفانه داره قوه قضاییه. کوالیتی ویدیو پایین انقدر داشتانه. خیلی بهتره این ویدیو، خیلی بهتره شروعش، خیلی بهتره. پمپ بنزین مرزدارانه، پمپ گاز یا بنزین. بیتا بنگر سولو میام، حاجی فیتا کنسل میاد منو ببینه یه جوری میپوشه که انگا میخواد زیارت بره، انقدر پروژه دارم تو سیستم چپم. حاجی مجهول است بگم راجبش، صدای اوتو تون داره، صدای تون دارش تون مجهول است الان آتو مجهول. جالبه، ولی اگر اون ترک رو با کیا رب نمیداد بیرون، همون ترکی که میگفت طول تیونی، بعد از اون ترک هر ترک تیونداری از مجهول میشنم یاد اون ترک میفتم که خودش داشته به کسی که تیون استفاده میکنن گیر میداد. جوری میپوشه که انگا میخواد زیارت بره، انقدر پروژه دارم تو سیستم چپم هم نیست اگه اینا در بره، حتی اگه باوش مصنوعی کپی کنن صدام و باز میام اندله. اکثرا روزا رو میخوابم تا بعد از ظهرم و شب و فعالم، نصف رفیقام تتا مثلا روزا رو میخوابم تا بعد از ظهرم و شب و فعالم، اکثرا روزا رو میخوابم تا بعد از ظهرم و شب و فعالم، نصف رفیقام تتا آرتیستن ولی من تتا ندارم. ندارم تتو، یه رفیقم دارم که ساقیه ولی حاجی خودم تای خنافم سیگاره. رومیم تو وقتی قلم و بردارم، تو پلن ریخی شبی من باشی ولی خب من جدا ست تو برنامم، چاق پدیکارا رو دنبالش افتادن. ماشینه چیه؟ چه ماشینه خفنی؟ خب من جدا ست تو برنامم، چاق پدیکارا رو دنبالش افتادن بیت میکرا. شما موزیکات کاوره، کاورات کپی از پینترست، چرا خوبه رم سوال مطرح میکنه تو ویدیو باشه. با موزیکات کابره، کابرات کپی اپین درس چرا؟ درس چرا؟ خوبای رپ فورس میان و میرن افتاده بیزنس برا، گوش میدن ایت هیترا، ما اینجای اینترست دلا نمیشه پیدا. کورس سوال بود، کورس بود دیگه ایشالله، چون یه بار تکرار داشت. اندینگ گورس خیلی باحال بود. گوش میدنید هیترا، ما اینجای اینترسترا، نمیشه پیدام تو نخینی ببندی کارو کیبام. ولی حاجی خیلی مجهول نیست این ترک، میدونی چی میگم؟ ترک باحالیه، تا اینجا به نظرم ترک باحالی بوده، به نظرم یکی از بهترین خروجی ها و منطقی ترین خروجی ها مجهوله. ویدیوش ویدیو خیلی بالتر از ویدیو قبلی، ولی شات ها شات بیروحی هن خودمونیم، ولی میدونی خیلی مجهوله. آتو مجهول من قدیم خیلی شنیدم، ولی حالا راجع به صحبت بکنیم. من یه راجع به فریمی صحبت کرده بودم که شما باید یه فریمی رو بسازی، یه فریمی متشکل از مجموعه امضاهایی که آقا
تو رو تعریف کنه، برند تو رو تعریف کنه. من فرشاد فور لایف و مثلا یهو یه اپیزود ادای مسیحی ها رو در بیارم، یه اپیزود یهو مثلا اسلحه پلاستیکی استفاده کنم، مثلا ریاکشن ویدیو بعدی اسلحه پلاستیکی ها رو مسخره کنم اونجا، فریم خودم رو میشونه. میدونی چی میگم؟ برند آدم ها متشکل از تک تک چیزایی که مرور زمان به مردم نشون میدی، توی دوربین یا حالا توی موزیکال نشون میدی. به نظر من مجموعه چیزایی که از مجهول داری میبینیم توی طول زمان یه بازه خیلی گسترده‌ای داره که باعث دریافت اشتباه، چی میگن، برداشت اشتباه از برند مجهول میشه. الان من میگم مجهول، واقعا آخرین چیزی که من فکر کردم مجهول باش ببینم موی بلوند بود. نمیدونم، ولی اون تصویری که ازش بهم نشون داده شده بود احساس میکردم چونه این حرفا نمیذاره. یا پدرام آزاد، همچنین پدرام آزاد. ولی میگم این خروجی خیلی باحالیه. تا اینجا یکی از بهترین کارهای مجهولی که من شنیدم، اصلا اون تیکه اندینگ اون لاینش خیلی تمیز بود، خیلی تمیز تو بیتای قبلی بیلداپ کرد، منتهی شد به یه بیت مهم بامزه. ولی میگم حالا بذار تا ترک نمیشه پیدام، تو نخینی ببندی کارو کیبام، من شعر می نوشتم از زمانی که نبر جامو زیدان، نداریم ترمز تا اگه ملودی بیاد دپوق. چه زمانی بود؟ من میدونید که اطلاعات فوتبالیم ورزش3.com هم خودم، باخت فرانسه در 2006 آخرین جام جهانی زیدان بود. ها از 2006 شعر می نوشی؟ خوب می نوشی. 2006 میشه الان 2023 باشیم، 17 سال پیش داشت. از 17 سال پیش چند سالت بود خودتون بوده؟ من 17 سال پیش داشت، من پیر مقان، پیر این کارم، من این کار نه، پیر یه کار دیگه هم، ولی خیلی پیرم. 17 سال پیش به تو بگم 13 سالم بوده، من 13 سالم بوده، احتمالا مجهول مثلا 11 سالش بوده. که نبر جامو زیدان، نداریم ترمز تا اگه ملودی بیاد دپو غمگین، تو هدت آزاد میشه بذاره رو پدال پاشو پترام، پاشو پدی قضا داریم چرا قاشقه نیسین. میگه تو هدت آزاد میشه بذاره رو پدال پاشو پترام، بعد یه ها وارد سکشن جدیدی از بیت شدیم، ملودی اضافه شد. پاشو پترام، پاشو پدی قضا داریم چرا قاشقه نیسین، تو دیساشون میگن ما سوبریم ولی با همون چت میشن هلوژنی، داشی تو هنوزم دنبال چین و فیم و زید و فالووری، همونده کاری من تو بگایی، تو یه هم میای یه ها هم میری، بولو تلی تران صدام میدرخشم مثل هلال ما، شما اکثرتون اضافه کار نداری تا استعداد کار، لولت نیقد کلاس ما نمیرسی چون گرونه کرایه ها، اینترستلار اینترستلار ما جمعیم اینجا بین ستاره ها، پشتم حرفا زیاده بادیگار چیه، من میزنم بیرون تن و پیاده، شرش نمیگیره گردن منو چون نداری خایه کله پر پوکی کله. واسه خیلی خیلی رندس، خیلی کلمه چیده، من احساس کنم یه کورس یه جایی به ما باید بده اینجا. جمعیم اینجا بین ستاره ها، پشتم حرفا زیاده بادیگار چیه، من میزنم بیرون تن و پیاده، شرش نمیگیره گردن منو چون نداری خایه کله پر پوکی کله خالی پرم، فرق داری کله پر پوکی کله خالی پرم. درش نمیگیره گردن منو چون نداری خایه کله پر پوکی کله خالی پرم، فرق داری ماخه، من بی فامو کردم تو کلاری تازه، هواشی تا که جلوچش بیای، تو خودت نرو به خودت بیا به خودت بیا، اکثر روزا رو میخوابم تا بعد از ظهرم و شب و فعالم، نصف رفیقم تتو آرتیستن ولی من تتو ندارم، در کل آدم آرومیم تو وقتی قلم و وردارم، تو پلن ریخی شبی من باشی ولی خب من جدا ست تو برنامه هم، بیچاقه پدیکارا رو دنبالت شفت دادم ریتمه کرا، چما موزیکات کابره کابره تو بیا پینترست من شکستش که بخورم فارسی نفهم این ترکو میتونم گوش کنم. خوبای رپ فارس میان و میرن افتاده بیزنس برا، گوش میدنید هیترا ما جایم این چسته رو، ما خیلی خفنیم حاجی، فاز موزیک اینه، بشین مراد بگم ما چقدر خفنیم. این شد خیلی باحاله، حتی پیکسلیتد شده برا من تصویر، و احتمالا دوربینم کراپ سنسور بوده، دوربینم کراپ سنسوره،
بد نیست، ولی خب دوربین کراپ سنسور نور بیشتر نیاز داره واسه اینکه اینجوری نشه و کلا معمولا تاثیر تاریک و اینجوری میندازه. اکسلایتد بالاتر از ابرا ما اینجاییم، تو گرما و سرما دور نیستش چون زود میگذره، ساعت ها روزا هفته ها فصل ها دنبال روشنی دنبال حقیقت، دیروز امروز فردا. چی شد یو؟ چرا یه هاپسین شد؟ بچه واقعا اینترستلار شد بابا. هفته و فصل ها دنبال روشنی دنبال حقیقت، دیروز امروز فردا، هر چه قدم بکشن زیر پامونو بازم میرسه بهشون از ما، تو وقتی که به تپ قلبم بخنده لبم یا بریزن اشکام، حتی اگه بگیرن ازم دستامو حفظ میکنم دو... آره باحال بود این تیکه ویدیو، ولی خیلی ها عوض شد ترک. میزنم حرفامو میسازم جریان و دور از جنجال، ظاهر میشم قوی تر از هر سال، آینده در انتظاره، میدرخشم مثل یه ستاره. عجب بود. خیلی خب، این بود تراک اینترستلار، مجهول به نظر من یکی از بهترین تراک های مجهول که تا الان شنیدم. ببین امضای اون تنزی که توی قلمش داره رو نگه داشته بود، همون ما اینجاییم اینترستلار یه بچه هیومری داشت، هیومر که نه پترسای، یه عامل شوک و سورپرایز کننده ای داشت که این شوک کردن و سورپرایز کردن و توی قلم مجهول اینور اونور زیاد چنیدی. میگم اون نوع نوشتن و امضای نوشتاریشو نگه داشته بود، کاملا همون مجهول بود. امضای پرفورمی آرتیستیک اپروچ استران، شیوهی که انتخاب کرده بود برای ظاهر شدن و حاضر شدن و حائل، نه شیوه بسیار جدیدی بود و دور از مجهول. من میگم آتو مجهول رو قدیم شنیده بودم، ولی به نظر من این خروجی دورتری بود از همه آتو مجهول هایی که تا الان شنیده بودم. کلا خیلی فاز نقطه مقابل مجهولی بود که تا الان میشناختم دیگه. میگم باز توضیح دادم کاملا این که ما برندمون رو بر اساس یه سری چیز تعریف میکنیم که به مخاطب میدیم و یهو مخالف اون چیزی که تا الان تعریف کردیم ظاهر میشیم روی بیت، یه دافعی داره، ولی میگم با تکرار این موضوع برطرفشو آشناسازی که بشه درست میشه. میبینی مثل چی مونه؟ مثل اینکه یهو مثلا آیفون بیاد یه گوشی که مثلا یه گوشی بزنه $200 یهو واسه یه مخاطبی که اندروید استفاده میکنن. میدونی چی میگم؟ یه چنین فازی، نقطه مقابل چیزی که تا الان به مخاطبا دادیم. ولی گوشا، من احساس میکنم گوش آدم اگه عادت کنه به این امضا و این ملودیا و این پرفورمنس ها از مجهول، ترکای بالاتری از قبلش ما بتونیم ازش داشته باشیم. این پروژه پروگرسیو ترپی بود احساس میکنم، یعنی سیکشن دوم ترک بعد از کورس دوم یهو تبدیل شد به یه آوتروی حماسی، یهو تبدیل شد به یه ترک حماسی. مثلا هیچ کس ترک آخر چی بود اسمش، همون جوری شد بیتس یه سولوی ویولونه مثلا رایزینگ، پر از رایزینگ نوت، پر از نوتایی که تنشو داره زیاد میکنه و یهو با سکوت آخر تنش ریلیز میشه، تنشن خواستم بگم، تنشن ریلیز میشه و لزومن هم بد نبود. یعنی من دارم به پروڈاکشن نگاه میکنم، پروڈاکشن بدی نیست، اتفاقا جالبه. من توی سه ترک های ترویس هم مثلا همچنان حالتی میشنم، ولی حداقل از لحاظ لیریکسی که فاصله محسوسی داشتم پارت دوم موزیک، یعنی آوتروی موزیک و باقی پارت های موزیک، و میدونی اصلا نوع این حرف زدنش هم فرق داشت. مجهول تنزی که قسمت اولش داشت که چرا از پینترست کاورتون رو کپی و فلان و اینا با ستاره میشیم، این که تو قسمت آوترو داشت میگفت، به نظر من یه مقدار فاصله داشتن از هم دیگه. در کل ایده جالبی بود راستشو بخوای، این ایده دور از ذهنی بود. به نظرم پدرامازا تو پروداکشن تمیز انجامش داده بود، ولی و موزیک ویدیوش هم به نظر من از موزیک ویدیوهای دیگه مجهول فاصله کیفی بیشتری داشت، مخصوصا از ویدیو قبلی. البته ویدیوی چرخیت ویدیوی بدی نبود خداییش، ولی توروچه به من واقعا ویدیوی ضعیفی داشت به نظر من. برفکی هم ویدیوی خیلی ضعیفی داشت راستی، یعنی که دارم میبینم، ولی میگم ویدیوی ترتمیزتری بود، افورت گذاشته بود، هزینه شده بود، هزینه پولی نه، هزینه وقتی، هزینه وسواسی مثلا سلیقه‌ای، هزینه مالی، هزینه شده بود، مشخص بود و این کاملا حس میشد، چه توی ادیت ها، چه توی کالر گریدینگ، چه توی لباس ها. و امیدوارم رو به عقب بر نگرده مجهول وقتی همچین موزیک ویدئویی داده دیگه، موزیک به موزیک ویدئوهای پایین تر از این تا
تن نده و مثلا اگه میبینه آقا خروجی بد در اومده اون خروجی رو نده بیرون، ویدیوها رو نده بیرون، چون مهمه دیگه از اینجا به بعد برای برند مشهور مهمه اینجور چیزا که اگه چیزی بد شد ندیم بیرون، نه اینکه حالا دیگه زحمت کشیدیم بدیم بیرون. همین تبدیل تجربه اولین بار دیدن ویدیو واسه من، من 6 و نیم هم با ویدیو، به نظرم ساوند خیلی کری میکرد. به نظر من ویدیو کردن همچین موزیکی خیلی سخته، همچنان اون افکتی که آخر استفاده شده بود که منجون معلق شد تو هوا خیلی تمیز در اومده بود، ولی کلا ویدیو کردن این کار آسون نیست اصلا. و آره 6 و نیم. شما نظرتون رو بنویسید راجع به این ترک، این ویدیو، این ریاکشن ویدیو، ویدیو را اگه دوست داشتید، ویدیو را اگه دوست نداشتید فورگن یادتون نره توی کامنت، ویدیوهای کانال رو هم اگه دوست داشتید تکمیل سابسکرایب یادتون نره، زنگول هم بغل سابسکرایب اگه روی اون کلیک کنید یوتیوب از طریق نوتیفیکیشن ویدیوهای بعدی رو به شما آپلودشون رو خبر میده، لایوایی که میذاریم هم به شما از طریق نوتیف خبر میده، میتونید جا نمونید اگه دوست دارید دنبال کنید. تا ویدیو بعدی فور گنگ.